و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و المعصومین المنتجبین. در خطبه 163 نهج البلاغه که سراسر خطبه بحث توحید بود، فرمایشات حضرت رسید به این فراز آخر خطبه. فراز آخر خطبه اینجوری شروع میشه که ایها المخلوق السوی والمنشأ المرئی فی ظلمات الارحام و مضاعفات الاستار بدعت من سلالت من تین و وضعت فی قرار مکین الی قدر معلوم و اجل مقسوم تمور فی بطن امک جنینن لا تهیر و دعاءن و لا تسمع و نداءن ثم اخرجت من مقرک الى دار لم تشهدها و لم تعرف سبل منافعها فمن هداک الاجترار القضا. یک بسیار فراز طولانیست، یه نکته بسیار خوبی رو باب شبا کردن. حضرت می فرمان تو اول خودت نگاه کن ببینی که چی بودی و مسیری که برای تعیین کردن رو هم یه ارزیابی بکن و بعد یه سوال اساسی از خودت بکن. می فرمان ایها المخلوق السوی، حالا دونه دونه رو جملات حضرت تأکید داریم، ای مخلوقی که خیلی متعادل خلق شدی. سوی با سین یعنی تعادل دار، تو قرآن هم داریم تسویه با سین، فاذا سویتو یعنی به تعادل رسوندیم. یه مثالی بزنیم، یه وقتی که این ساختمان رو میخواییم بسازیم، حالا یه وقت مواد زائدش رو میبریم بیرون، خاک و اضافات و اینا رو، اینا میگن تسویه با ساده. اما یه وقتش یه طوری میسازیم که نه این ستونا بیش از حد قطور باشه که جا بگیره، نه بیش از حد نازک باشه که نیروی طاق رو نتونه تحمل کنه. این حالت رو میگن سوی با سین. حضرت میفرمان تو خودت رو خودت یه مطالعه‌ای بکن ببین تمام اون تعادلی که لازم بود که نه تو اضافه از نظر بدنی، من به این جهت تأکید میکنم که خودش یه نوع معرفته، معرفت این که آیا دقیقاً اون تعادل رعایت شده است یا نه. چرا این مهم است؟ برای این که بشر وقتی از این غفلت کرد فکر میکنه با دنیا را با یک مدیریتی اداره نمیشه، به خودش واگذاشته شده. اکثر این خانواده که به گناه و معصیت و رشوه و نمیدونم دزدی کشیده میشن، چون اینا واقعا فکر میکنن خودشون به کسی تکیه ندارن، فکر میکنن خودشون باید این زندگی رو بگردونن، بعد میبینن که خیلی سخته، میگن خب یقین باید با دزدی و دروغ و اینا زندگی رو بگردونن. اگه بفهمن عالم یک نظام فوق العاده متعادلی داره، خب تو دل نظام متعادل هر حرکتی لو میره. مولوی یه مثال قشنگی میزنه، میگه که شما ببینید اگه یه ذره خاشاک توی دهنتون بیاد آنی میفهمید، یعنی این فضای دهان طوریست که یه ذره خاشاک نمیتونید خودش را قایم کنید، آنی میفهمید و یه کاری میکنید حذفش کنید. میگه کل این عالم اینجوریست، یک کار غلط توش آنی روشن میشه و نمیتونید ادامه بدید خودش را. چرا؟ چون عالم تسویه شده است، یعنی در تعادل است. چیزی که تعادل داره در کلیتش هر جریانی که بخواد این تعادل رو مختل کنه لو میره. حالا شکلش این که چون حالا میره از سیمم انشاءالا خدا خدایی میکنه. به قول یکی از عرفا میگه که اگر که گوسفند ما از دست ما در بره، خب ما میدویم دنبالش بگیریمش، اما اگه چوپونه تمام این باغ مالش باشه، دورش هم حصار کشیده باشه، حالا این گوسفنده دره کجا میره؟
چرا نمیتونه بره؟ تو حصار این با چوفونه، این هول نمیزنه زود گوسفنده رو بگیره، با اینکه آخرش هر جا بره علف اینا میخوره و بعدن باید بیاد چی. اینجاست که گاهی ما به خطا میفتیم، فکر میکنیم که انگار این حرکت از دست خدا در رفت، یا خودمون یا بقیه. میگم مثلا یه گناه کردیم، نمیگم جواب ندن، میگم نکنه پس اصلا دنیا حساب کتاب نداره. خواخه باید بفهمیم ما در قرقگاه خداییم، هما از دست خدا که در نمیره. خب پس میذاره سر وقتش اونجور که باید حق ماست ما رو بگیره، ما رو میگیره. حالا وقت دونه نمیخوام رو این بذارم، اما این لغت سوا نوری که امیرالمومنین دارند و دارن تو اینجا ارائه میدن، ایها المخلوق السوی، ای مخلوقی که کاملا متعادل خلق شدی، والمنشأ المرعی، ایجاد شدی و رعایت شد از همه اون چیزایی که باید برات رعایت بشه. منشأ هم انشاء ایجاد شده. میگه ای کسی که ایجاد شدی ولی مرعی، یعنی خیلی رعایتت شده. نمونه شما داری، نباید ما بحث کنیم. خب شما ببینید که ما ساده ترین چیز رو میخواستیم رعایت برامون کرده است. یعنی هم گوش میخواستیم، پس رعایت کرده است بهمون گوش داده است. اگه ما گوش نداشتیم برای ارتباط با هم دیگه، حساب کنیم الان خیلی چیزا رو ما به جای این که به هم نشون بدیم به هم میگون، اما چرا میشه بگیم؟ برای که گوش داریم میشنویم. ما خیلی چیزا رو به جای این که بریم لمس کنیم میبینیم. اگه چشم نداشتیم باید خیلی بیشتر حرکت میکردیم، خیلی چیزا رو بو میکشیم. یعنی در واقع ما با بویایی و با گوش و با چشم را میریم. یعنی خیلی چیزها را که باید بیابیم با چشم ارتباط باش برقرار میکنیم، با گوش ارتباط برقرار میکنیم، با بویایی، بویایی کلی جا را میره. یعنی در واقع ما با بویایی و چشایی و لامسه یک حضور خیلی وسیعی توی عالم داریم. درسته بدنمون اینجا نشسته ولی چشممون اون تر را میبینه. یعنی پس ما در واقع اونجا هم حاضریم، گوشمون اون آقا رو که اون دور داره حرف میزنه میشنه، یعنی اونجا هم حاضریم، یه وسعتی داریم. یعنی نیازهایی که واقعا داشتیم که ما اینقدر نخواهیم بدویم، خیلی جاوا را بدون این که بریم بدنن بریم درش حاضر میشیم. خب اینا رو ما نیاز داشتیم، اگه نه صدمه میخوردیم. اون چه که ما نیاز داشتیم خدا برامون خلق کرده، اینه میگن مرعی، یعنی رعایت شدیم. برای همینم اگر دقت کنیم، حالا میترسم بابشو باز کنم بحثمون متوقف بشه، اگه ما به فکر باشیم که خدا اون چه ما نیاز داشتیم و برامون خلق کرده چیز جدید ایجاد میکنیم، یا از اون چه خدا خلق کرده به بهترین نحو استفاده میکنیم. ما فرقمون، یعنی اروپایی ها چطور شد که اینقدر این اختراعات شروع شد؟ خیلیش اینجوری بود، حس کردن که خدا به این معنا که هرچه نیاز دارند و خدا برشون رعایت کرده اینا استفاده کنن، از این غافل شدن. اینه که از اون چیزایی که خدا خلق کرده است خیلی استفاده نکردن، خودشونا جا خدا گذاشتن. حتی تو مریضی ها، بسیار این مریضی ها را خدا درمانش را تو خودمون گذاشته است. باید یه علم پزشکی صحیح اینه که بگردد اون درمانی که خدا در ما گذاشته است را رشدش بده، حالی که قدیمی ها میکردن. قدیمی ها با پرهیز بیشتر درمان میکردن، پرهیز خودش درمانه. یعنی از طریق پرهیز باعث شد که روح میلهای صحیحی که مناسب درمانت ایجاد کنه. نمونه سادش این که آدم مریض اومد غذا دلش نمیخواد، غذا دلش نمیخواد، یعنی بدنش آروم آروم غذا که نخورد روحش فرمانش تو بدنش بیشتر میشه و یه نوع درمان میشه. ابن سینا یک حرفای بسیار عالی تو این قضیه میزنه. ابن سینا را اگه ما پدر پزشکی بقراطی بدونیم که یه پزشکی موفق بوده، به قول خود پزشکای امروز دنیا میگن ما نمیتونیم بگیم پزشکی امروز دنیا در مقایسه از پزشکی سیستم بقراطی که ابن سینا هم تو اون سیستم است عقب بوده. ابن سینا میگه که حتی اگر شما آماده باشید، روح شما وقتی مریضی بسیار بحرانی شد با عالم غیب ارتباط پیدا میکنه.
و بعد درمان مناسب خودش از عالم غیب میگیره. نتیجهش این میشه که مریض یه مرتبه میاد از این چیز خوشش میاد، از این چیز بدش میاد. میل مناسب درمانش رو بهش الهام میکنه عالم غیب. خب البته این خودش یه فن است، برنامه ریزی داره. این میل حقیقیست یا میل شیطانیست؟ اونا هم خودشون دستگاه دارن. این مثال را حالا وسعتش بدید. علی سرعتی که در نظام زمین ما نیاز داشتیم چه سرعتی بوده؟ سرعتی که خدا برای ما گذاشته نهایتش سرعت اسبه دیگه. یعنی سرعتی که خدا رو این زمین گذاشته سرعت اسبه. سرعتی که تکنولوژی به ما میده دیگه سرعت بگوید ما از هرچی بگوید این سرعت عجیب غریب که تو دنیا هست. خب آیا این سرعت سرعتیه که با طبیعت و با طبیعت انسان و طبیعت خود این عالم میخونه یا این سرعت مزاحم است؟ شما این سرعت اسب نهایتش اضطراب و بحران و اینا به وجود نمیاره. سرعتی که با فسیل ها ایجاد میشه سرعت انفجار است، نه سرعت متابولیسم. هر دوتاش حرارت، شما وقتی هم که میدوی خب مگه جز این نیست که سوخت ساز انجام میدهید و بعد اون سوخت ساز حاصلش دویدنه؟ اما دویدن ماهیچه کجا انفجاری واقع نمیشه، اما سوخت و سازی که الان ماشین انجام میدن انفجار واقع میشه. تازه حالا اینا به انفجار سوختای فسیلی هم قانع نیستن، انفجار هسته اتم رو راضی میشن. این سرعت سرعتیست که میگن آقا مرئی نیست، روش باید فکر کرد. میگن این سرعت سرعتی نبود که بشر به حوائجش برسته، این سرعتی بود که مزاحم حوائج بشر شد، بشر به بحران رسید. ما دلمون میخواد از این جمله امیرالمومنین از این زاویه هم خوب فکر کنید. آیا ممکنه شما بگید که آقا یعنی پس ما هیچ ابتکار و تلاشی نداشته باشیم؟ نه، همین هم خدا تعیین کرده. خدا میگه تو بستری که من برات تهیه کردم تحرکت بیشتر کن، بستر منو به هم نزن. یه وقت مشکل اساسی دنیا بحران محیط زیست نیست. این محیط زیست ساده نگیرم دوستان، یه طوری شده که یواشاش ما فکر کنیم این بحران محیط زیست نه مثلا اروپایی ها باید نظر بدن دینه. نه آقا، به نظر من اگه پیغمبرم حالا تشریف داشتن یکی از تاکیدات مهمشون مسئله محیط زیسته. محیط زیست یه خطر از سکس و دزدی و رشوه و اینا بیشتر برای بشر خطرناکه. یعنی میگه ساده است، بشر اصلا امکان حیات در طبیعت خدا رو داره از دست میده. خیلی جدی بدونین مسئله را. اینه که ای کاش مذهبی های ما بیدار میشدن. من نمیدونم یه خورده نشستیم فکر کنیم این ماشینی که دود میکنه بیشتر حرام است یا مشروب خوردن. من ندارم از اگه ما متون اسلامیمون نگاه کنیم یقینا این ماشینی که داره دود میکنه کمتر از مشروب خوردن حرام است. من از اون آدم ها انشالله نیستم که بخوام متجدد فکر کنیم و بخوام متون دینمون رو ضعیف کنیم، ولی یه چیز مهمتریه. آقا اگه کسی در زمین فساد ایجاد کنه این آدم خطرناکه که یکی را بکشه. چرا میگن آقا مثلا اگه یک کسی را کش خیلی بده؟ برای اینکه فساد در زمین ایجاد میکنه. خب آیا امروز ادامه حیات بشر مختل شده است؟ واقعا جدی بدونید ما مذهبی ها گاهی چون تو مسائل دیگه وارد شدیم این مسائل را روش حساس نیستیم، در صورتی که وقتی آدم تو متون روایی نگاه میکنه نه رو اینا خیلی حساس بودن، رو هوای خوب، نمیدونم آب خوب. خب وقتی به شما میگن که تو آب حق ندارید که آب کثیف کنید، یکی از جرمای دینی است. اون روز مشکل این بوده که یه آدم مثلا آب گلش نکنه، مدفوع تو آب نکنه. امروز هوا رو اصلا خلاص کردن، یعنی از همه چی بشر گذشته. ما میخوام بگیم که خداوند یک طبیعتی در اختیار ما گذاشته است که به شدت لطف به ما شده است، مرئی بوده است. ما باید از این استفاده کنیم. هر جریانی که میخواد اون چه خدا در اختیار ما گذاشته است خراب کنه، بدونین لطف خدا رو خراب کرده. جمله حضرت رو یه بار دیگه نگاه کنیم. المنشأ و مرئی، ای کسی که ایجاد شدی ولی رعایت دو کردن. هوا میخواستی؟ هوا برای تهیه کردن. قضا میخواستی؟ قضا برای تهیه کردن. یعنی واقعا ما با گندم غیر تحریک اتمی نباید زندگی کنیم؟ یعنی خدا برای ما
گندمی خلق نکرده است که نمیدونم این تحریک نشده باشه توسط انرژی هسته‌ای. خب که گندم نیست که. ما مرئی هستیم یا نیستیم؟ مرئی یعنی چی؟ یعنی خداوند ما غذا میخواستیم، گندم میخواستیم، نون میخواستیم، برای ما نون تهیه کرده. حالا چطور شده است که گندم کم اومده است که حالا باید که با این تحریکات رادیواکتیویته یه کاری کنن که میدونین که الان مثلا اگر که شما یه تن گندم از این زمین دراری اگه تحریکات رادیواکتیویته بکنن تا 30 تن میشه درش. خب 30 برابر، اما 30 برابر چی؟ یکی اینکه گندم خدا نیست که، این گندم انرژی اتمیه. این خیلی مشکلات داره امروز. خب میدونین تو اروپا خود یه که دعوا همین است، بسیار کار خوبی میشه. الان مردم حساسن. من نگاه کردم دیدم اول تو خود آمریکا اول سبزی فروشای سبزیشون فروش میره که این سبزی‌ها مشخص است که بدون هیچ گونه تحریک کود شیمیایی و تحریکات رادیواکتیویته. قشنگ مشخص است، هر کی میدونه. یعنی مردم اینقدر سرشون میشه که خداشون برای یه سبزی خوردن، یعنی ما اینقدر رعایت نشدیم که یه سبزی خوردنی داشته باشیم که با زور مواد شیمیایی غیر طبیعی ساخته نشده باشه. یعنی ما یه ماست و پنیری که این ماست و پنیر میگفت، یا آقای میگفت که گاوها را میاند کاه تو آب میریزن تا اینا دم کنه، بعد از همین کودای شیمیایی نیترات سدیم میریزن رو این علف ها، نه اینکه ببرن تو زمینه حالا بعد مثلا اکوسیستم ها، نه این گاوا میخورن، هر رونشون میشه مثلا یه رونشون میشه 3 تن، رو یه رونشونه نه خودشونه. با خواهر شما چی خورده؟ باز بادم زن باز لاغل. اگه این کودا داده بودن به زمین از طریق سیکل زمین علف شده بود، علف را گاوه خورده بود، درسته این علف شیمیایی بود، ولی بابا دیگه خود نیترات سدیم نخورده بود فسفات. خب این چی شد؟ یعنی ما خدا برامون رعایتمون نکرده است که یه گوشتی که به طور طبیعی گوسفندی بیابون چر برد بچره بعد بیاد ما بخوری. ما باورمون نمیاد که خدا ما را رعایت کرده. اینا همش مثاله که دارم میزنم. همه جا باید بدونی خدا ما را رعایت کرده. اروپایی‌ها یادشون رفت خدا رعایتشون کرده است. نمونهش چی شد؟ نمونهش این شد تولیدات بیدر و پیکر بسیار گسترده بدون ارزش بعد رو دستشون مون. چند سال پیش خوندم که چندین هزار تن کره را دادن به گاوا خوردن. کرایی که تولید کرده بودن رو دستشون مونده، دوباره دادن به گاوا خوردن. حالا چی میشه؟ من نمیدونم چرا یه جور تولید دونه اینقدر گسترده با بیدر و پیکر کردین که کره های بسیار بی خود حالا بعد بدن دوباره به گاوا بخورن که این کره ها مثلا حالا چربی بشه، نمیدونم، یا حالا پروتئین بشه. نمیدونم چرا همش کردن. حالا اخباریه که خودشون میگن. این جمله خیلی خوبه. یعنی خدا شما را رعایت کرده. یعنی چیزی که واقعا نیاز داشتید و بهتون داره همونا رشد بدید. آقا این درخت باید سیب بده. من نیام این درخت زور بهش بگم رشدش بدم، به چه معنا؟ پایشش کنم، آبش بدم، کودش بدم، کودی هم که اینا اذیتش کنه، نه، کود در بستر طبیعت. خدا برای ما فسفات سدیم خلق نکرد، اما کود طبیعی خلق. فسفات سدیم یا نیترات سدیم اینا تحریک هست، اینا تحریک هست، اینا رشد نیست. یه وقت است یه آدم را طبیعی رشدش شما میدید، یه وقت میکشیدش، اگه بکشیدش که گندشه که گنده نمیره، میمیره. ما طبیعت را داریم میکشیم، فشار بهشون میدیم. این روش روشیست که مال فرهنگیست که معتقد به مرئی بودن نیست. یه بیش از این نمیخوایم روش بمونیم. ایها المخلوق السوی والمنشأ المرئی، ای مخلوق متعادل و رعایت شده، کجا رعایت شدی؟ فی ظلمات الارهام و مضاعفات الاستا، وقتی که تو شکم مادرت بودی و تو داخل پرده های پشت پرده بودی رعایت رو کردن. میدونستن تو این دنیا که میخوای بیای ریه میخوای، ریه برات تهیه کردن. میدونستن تو این دنیا که میخوای بیای دندون میخوای، برنامه شریخ رن. میدونستن ناخون میخوای،
براش برنامه شریخ رد. یعنی تمام اون چه که شما میخواستی را در اون ظلمت رحم مادر برات ریختن. بود تا من سلالت منتین، از یک چچیده و ناب گیل شروعت کردن. و وضع تفی قرار مکین، در جای قرار دادن که خیلی جای مکین، مکین یعنی خیلی جا بود، مکان شنیدن دیگه، مکین یعنی یه وقت از ما آقا جابم اگه هست اینجا رو میگن جا، نه رو میگن مکین. یعنی دیگه اینا خودتون بهتر از من میدونین، یعنی شرایط رشد اولیه شما را به بهترین شکل فراهم کردن. الان تو این روش های تولید، تولید نسل از طریق آزمایشگاه و لوله آزمایش اینا، خب شما ببینید چه کار میان میکنن، میان بسیار تلاش میکنن که شرایط شبیه شرایط رحم مادر بشه. یعنی هیچ وقت کسی نمیده بگه من یه شرایطی فراهم میکنم بهتر از شرایط رحم مادر. همه میگن آقا شرایطی فراهم میکنیم که نزدیک بشه به شرایط رحم مادر، بلکه بشه این بچه رشد کنه. تازه آخرش هم که چکار میکنم، بعد از اینکه یه مدتی رشد شدن میان چکار میکنن، میان جایگزین میکنن، یعنی منتقل میکنن از اون لوله ها توی رحم مادرش تا بهترین شرایط فراهم براش بکنن. در هر صورت داره میگه که ای آدم ها رو این فکر کرده، دوروبر خودت نگاه کرده، از یه خود چکیده یه گل. حالا این چکیده یه گل رو دو جور میشه بحث کرد، یکی این که یعنی اون گل اولیه آدم منظور باشه، یا این که نه همین غذاهایی که ما میخوریم این چکیده یه گله، آخرش از همین محصولات خاک در اومده است دیگه، طور نیست هر دو تفسیر درسته. بعدم میگه در یه شرایط بسیار اساسی قرار دادیم، وضع تفیق قرار مکین، در یک قراری که خیلی مکین است، جایگزینی بسیار بسیار رو حساب است. الا قدر معلوم و اجل مقسوم، در یک اندازه مشخص و زمانی مشخص. مگه این طور نیست؟ محیطی که جنین قرار میگیره یه جا مخصوصه، خیلی که نمیشه باز باشه، خیلی تنگ باشه. بعدم میفرما در یه مدت مخصوصی، فی بطن ام که جنینا، در شکم مادرت به شکل جنین. جنین یعنی پنهان، جن یعنی چیزی که پنهانه، مجنون یعنی کسی که عقلش پنهانه، جنین یعنی یه جایی در شکم مادرت به شکل پنهانی، کسی هم نمیدیده. لا تهیر و دعا ان ولا تسمع و ندا، نه صدایی را جواب میدادی ای انسان، نه صدا که ما میکردی میشنیدی هیچی، در یه جای تنهایی خلوت. ثم اخرجت من مقر که الى دار لم تشهدها ولم تعرف سبل منافعها. بعدم اومدی بیرون، حضرت حق خارجت کرد با تدبیری که داشت از شکم مادره. به کجا؟ الى دار لم تشهدها، به یه جایی که اصلا قبلا نیده بودی. ولم تعرف سبل منافعها، اصلا نمیشنیدی که، نمیدونستی، اطلاع نداشتی که راههایی که منافع این دنیا رو چطوری برای خودت به دست بیاری، راهاش هم بلد نبودی. اینا مقدمه بود، خیلی هم باید سریع ما رد میشدی. فمن حدا کل اجترال القضا، حالا کی هدایتت کرد برای اینکه قضا به دست بیاری؟ من صدی امک، از شه، از سینه مادره. از اینجا حضرت دو سه تا جمله دارن که اینا نکتای اصلی فرمایش ایشونه. چون عرض کردیم این خطبه همش یه خطبه توحیدیست، ایشون میفرمان که تا اینجا که مشخص است تو اومدی تو این دنیا، نه دنیا رو قبلا دیده بودی که تجربه داشته باشی، نه الان که اومدی راههای این که بتونی منافع این دنیا، بالاخره شیر داره، قند داره، گوش داره، آب داره، اما تو هیچ کدوم اینا رو از قبل بلد نباشی، نبودی که چطوری از این دنیا استفاده کنی. معنی این که میفرماد لم تعرف سبل منافعها، یعنی راههایی که بتونی از این دنیا استفاده کنی بلد نبودی. بعد میفرماد فمن حدا کل اجترار القضاء من صدی امه، سه تا جمله من اول میخونم، کی تو را هدایتت کرد که بتونی از سینه مادرت غذا رو تهیه کنی؟ و عرفک اندل حاجت مواضع طلبه، و تو را آگاهت کرد که در موقع نیازت اون چیزی که نیازت بود رو بتونی بشناسی. این عرفک میخوره. و ارادتک،
و کی تو را هدایتت کرد که اون چیزی که میخوای رو بتونی بری به طرفش. خب این یه بحث هم ساده است هم خیلی مهمه. مهم بودنش برای این است که گاهی ما گفت ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما گاهی این مسئله توحیدی بسیار بسیار مهم و ساده ازش رد میشیم. امروز تو دنیا از نظر تحقیقات الحمدلله خوب تحقیق کردن که این که آقا این گرایشی که انسانها و موجودات نسبت به یک چیزها و مقصدها و اهدافی دارن که شدیداً این گرایش براشون حیاتیست، اینا امروز خوب تحقیق کرد. نمونه که حضرت میفرمان برای این است که ما خیلی دم دستمونه، یه بچه به دنیا میاد، شما میبینین گرایش دارد که از سینه مادر شیر بخوره. اینجا تا دیگه کسی نمیخواد بگه، ما بگه خودمون میفهمیم. حضرت رو این دست گذاشتن میفرمان آیا این علمه یا علم نیست؟ آیا این بچه یه دانایی داره که داره دنبال یه چیزی میگرده؟ یعنی گویا قبلا آدرس به این دادن. دیدید چطوری ما چه آبیست، دو تا زکو این طرف و اون طرفش هست، بعد یه زنگم داره، رو زنگم این اسمو نوشته. خب شما اول وارده که کوچکه میشین کدوم درارا میبینین؟ اول همه در آبیارا. خب دقت کنین، شما به عنوان یه آدمی که آگاهید میگو نکنه این دره، میرین به طرف این در آبیه، میرین این در آبیست، به شما هم گفتن آبیست، اما چیه سکوت نیست دو طرفش، پس این در آبیه رو ول میکن. میرین اون در آبیه دوم، میرین انگار این در آبیه است، هم درش آبیه هم سکو داره، میاد ببینین نه رو زنگش اینا ننوشته، پس اینا ول میکنه. میرین کدام؟ اون که هم درش آبیه هم سکو داره هم زنگش این اسمو نوشته. اینا شما میرین بچه مثلا به دنیا که میاد، شما اول که انگوش میذارین دهنه شروع که میکیدن در آبیه اول، یه خود که میگن این که نبود، آدرس به من دادن اما این نیست، اون آدرس شبیه اونه، در آبی دوم، در آبی سوم. یعنی شما میبینین از اول دقیقاً میدونه دنبال چیه، اما هی تا میاد برسید شبیه این که میبینین در آبی اول شما میرین، پس معلومه شما میدونین دنبال چی هستید. اون که شما دنبال هستین در آبیه، پس شما یکی میگه آقا نیاکو از اول نرفت سر در آب. خب آقا وقتی که داره تحقیق میکنه، هر کسی که آدرس داره هی باید مشابهات را هی بگذرونه تا به اون مقصد برسه. اینجاست که ما حرفمون ازن میفهمن آقا یه برنامه علمی به این بچه دادن یا ندادن. این برنامه علمی را شما میخواید ازش چی نتیجه بگیرید؟ میخواید آیا نمیخواید شما انسان ها میگن من عرفه کرد، چی تو را به این علم آگاه کرد؟ خب معلومه سریعا میگین خدا. حالا سوال نه، این چه نوع آگاهیست؟ یعنی جز این از که تمام وجود شما رو در بر گرفته است تا به سوی اون مقصدی که شما میطلبید برسونه؟ خب امروز تو دنیا انصافا یه کارای خوبی کردن برای که همین ها مثلا حل بشه، خوب وقت گذاشتن، یه دهی مذهبی ها این کار کردن، یعنی مذهبی های دنیا اومدن موجودات رو بررسی کردن تا این مسئله رو خوب حل کنن. من برای اینکه بحثم از دست نره یه نمونه مثلا خیلی مختصر میارم، هست تو همین کتاب هست، آقایون مثلا شخص به نام لوکونت دونوئی از این کار کرده، کریستین روسیون این کار کرده، امروزه که خیلی هم اینا که تازه ریویر خیلی خوب کار کرده، تازه حالا خیلی بهتر از اینا که من میگم مال 20 سال 25 سال پیشه. مثلا طرف میاد میگه که آقا این مارماهی فقط میتونه تو این فرعی حاشیه رودخانه مدیترانه، ببخشید دریای مدیترانه، تو این رودخونه در تمام دنیا این مارماهی فقط تخمش اینجا رشد میکنه، هر جا دیگه تخم بریزه رشد نمیکنه. حالا خودش کجا زندگی میکنه؟ فیلیپین، گودال ماریا، تو منطقه دور فیلیپین. این فقط برای تخم ریختن میاد اینجا تخم میریزه بعد میره، بچهش اینجا میاد، ننش هم نیده، نقشه هم از ننش نگرفت، بعد درست از رودخونه های فرعی درست حرکت میکنه میاد دریای مدیترانه، بعد حرکت میکنه از رودخونه های فرعی میره کجا؟ میره فیلیپین. حالا دیگه ننهی نمیشنسه ننهی، بعد دوباره خودش برنامه میریزه، وقتی میخواد تخم بریزه میاد دوباره کجا؟
از این نمونه ها خب نمونه قشنگیه، یک کار عجیب و غریبی. این میخواد چی بگه؟ همین که حضرت روش دست گذاشتن. من برای اینکه سریع رد بشم، من میخوام بگم نگاهی که حضرت امیرالمومنین به چشم انداخته است اینه که آقا یک نوع حضور هدایت جرانه جامع فوق فکر عادی تمام ما رو اشغال کرده است. بچه یه فکر میکرد که مثلا ما الان فیزیک میخونیم، شیمی میخونیم، مهندسی میخونیم، فکر میکنیم این ساختمان رو میسازیم. بچه یه فکر کرد یا بدون اینکه فکر بکنه آدرس دارد و عالم است. علم بدون فکر، اینا میگن هدایت خدا. اصطلاحا بهش میگن هدایت عامه. اصطلاحات ما چیکار داریم؟ این چه نوع علم است؟ خب حضرت میفرمان این علم را تو ببین تو این عالم هست. تا حالا من باقی شو برات بگم، یعنی حضرت میخوان باقی شو بگم. من میخوام اینجا یه حاشیه وا کنم که عزیزان امروزه دنیا اینقدر ما را مشغول این مسائل فرعی کرده است که این نوع هدایت خدا را ما تو عالم نمیبینیم. این هدایتی که بچه را به طرف پستان مادر میفرسته، همون هدایت صدام را به طرف جنگ با کویت میفرسته. یعنی حالا چه؟ یعنی یه چیز بحث وسعتش بده. صدام بنا بود تنبیه بشه، مگه نه؟ بعد ما یه عمر گفتیم که خدایا این اسیرا ما رو آزاد کن. واقعا ما قصه داشتیم می‌خوردیم. خدا برای اینکه اسیرای ما رو آزاد کنه به دل صدام انداخت که کویتو بگی، اسلحه که دری بد نیست. خب گفت کویتو که بخوام بگیرم دوتا مشکل دارم. یکی اینکه ایران باید خیلی سر به سرم نگذره، بعد به هواپیماهای منم ایران بگیره که اینا نیان بزنن. برای اینکه ما هواپیماهاش بگیریم باید اسیرا ما رو آزاد میشن. اسیرا ما آزاد شد، دعای ما مستجاب شد، ما اسیرامون نمیخواستیم. بعدم هواپیماوا را داد به ما که چی؟ که نزنن. حالا ما هم هنوز داریم میگم آقا ما هواپیماوا را حاضرین بدون بدون، ما بالاخره خسارت میخوام دیگه. من کاری به این دومیش ندارم. عرض من اینه، این میلی که صدام را میفرسته که کویتا بگیر، این همونه که به بچه میگه که پستان مادر داده میگه. صدام فکر میکنه که از دست هدایت خدا در رسته. فقط این هدایت خدا هدایت به نتیجه ایست که صدام باید بهش برسه. خب حالا صدامو بسیار اسلحه داده بودن یا نه داده بودن؟ این اسلحه ها یه مشکل خاورمیانه میشد یا نه؟ خیلی اسلحه داده بودن بهش. خب اگه این اسلحه ها میمون که ما نمیتونستیم حرف اول تو خاورمیانه بزنیم، باید این اسلحه ها از بین میرفت. چطوری از بین رفت؟ خب رفت به کویت حمله کرد، بعد آمریکایی ها اسلحه های صدامو زدن، صدام شد یه کشور معمولی. یعنی بنا بود ما عزتمون حفظ بشه با اسلحه های صدامو که بهش داده بودن که عزت ما حفظ نمیشد که. بفرمایید مثال با. حالا برگردیم در خوندو، همون خدایی که به این بچه هدایت کرده که پستان مادرش بگیره، همسایه دونم همین هدایت کرده. شما ببینید این همسایه چرا همش میکنه؟ آقا 5 سالت اینجا اومده 3 بار مسجد نیومده، خب پس بالاخره باید تنبیه بشه. شما این تنبیه دارم میشه، یعنی هم مثبت هم منفی. ما رو این باید چشممونو با حضرت دارم میگن نگاه کن. گاهی شما دیدین دیگه حضرت آیت الله مشکینی حفظ الله تعالی یه بار اومدن گفتن که الحمدلله مدتی مریض بود، الحمدلله مدت مریض. این اخی مریضی، اون سلامتی، این شهرت، این عزلت، اینا که دنیا را فقط خدا میگردن. قسمتیشا گذاشته است به عهده ما که ببینید ما چه کار میکنیم. برای همین این جمله را انشاءالله عزیزم فکر کنن، هدایت تشریعی بر اساس هدایت تکوینی عامه است. یعنی همون خدایی که بچه را هدایت میکنه، یک نوع هدایت هم در همون راستا برای انسان مختار میفرسته که اسمش هست دین و نبوت. برای همین هم روی این خیلی فکر کنیم، خود این دینم که به ما میدن که ما بتونیم نماز بخونیم بتونیم نخونیم، اینم در راستای همون هدایت کلی است. حالا اگر ما نماز نخوندیم، بازم در همون راستایی که بناس ما دست خدا باشیم، با نماز خوندن نخوندنمون دست خدا میشیم صدا. اینجور نیست که بچه خودش برنامه ریزی کرده باشد برای شیر خوردنش،
و اینجور نیست که منی که خدای نکرده نماز نخونم حالا از فرمان خدا و قبضه خدا در رفتم. نه، خدا برنامه ریزی کرده است که اگه من نماز نخوندم با برنامه‌ای که برای نماز نخونده تنظیم کرده با من برخورد میکنه. برای همین میگه هدایت تشریعیم در راستای همون هدایت عامه و تکوینیست. خودش یه بحث طولانیست. پس تا اینجا حرفمون این بود که حضرت میفرمان که تو این قضیه نگاه کنی، یک برنامه کاملا فوق اختیار و اراده تو و با آگاهی تو و بر اساس میلی که تو نیاز داری برات ریختن. بعد جنبندی میکنم میگم که حیحات این من یعجز و انصفات زل حیعه والعدوات فهوه انصفات خالقهی اعجز. کسی که عاجز است از معرفت به موجوداتی که میشه لمسشون کرد، زل حیعه، مثلا شما این بچه را لمسش میکنیم میبینیم که چطوری میخوام میک بزنه، اما سوال از دون میکنه چطور کی اینو هدایتش کرد. خب شما اینجا با این که این بچه را لمس میکنی میبینین که قشنگ دنبال سینه مادرشه، میفرماد اما موندی چطوری آخه این میل کجا، این معرفت کجاست، تو مخشه، تو نمیدونم کجا، آخه چطوری این داره میره. اگه بگو معرفت نداره که خب خودت از جاهل کردی، اگه بگوی معرفت داره آخه چطوری معرفت داره، شما قیافه علمی نگیرید. یه وقت مثلا میگم چی؟ دیدن کلا سر خود نده. اون آقا بر اساس هدایت عامه هدایت شد. آخه این که حرف نشد برای من، این که اینکه مشکل من حل نشد، این فقط یه لغت بود. آقا چطوری این بچه هدایت شد؟ آقا بر اساس هدایت خدا. خب اینکه حرف نشد، اینکه جواب من نشد. خب اینکه چطوری؟ آقا بر اساس نظام هدایتگری عامه الهی این بچه دنبال سینه مادرشه. خب چطوری اینکه لغت شد؟ کلا سر نده. میگم آقا چرا؟ دیدین مثلا بچه ازم بزرگ ما چرا؟ ماسا ترشست. خب خدا دیگه ماسا رو ترش کرده. خب من فکر بچه دون بچه فکر کرد ما جوابش دادیم، ما چیزی نگفتیم، علم که به این بچه ندادیم، آخرش این سوال موند. ما گاهی متوجه نیستیم، فکر میکنیم عالمی. حالا این چطور شد؟ آقا بر اساس هدایت عامه الهی این بچه رفت به طرف سینه مادرش. حالا که چی؟ چی یاد گرفتی؟ هیچی نفهمیدی، ما فقط یه لغت به کار بردیم. حضرت همینا میگن تو ببین تو چی میفهمی؟ جمله اینه، حیات خیلی مسئله بالاتر از ایناست. ان من یعجز عن صفات ذل هیئه والادوات، کسی که عاجز است از اینی که معرفت پیدا کنه به چیزی که دارای ابزار است. یعنی بچه زبون داره، لب داره، میره به طرف سینه مادرش، ما نمیفهمیم یعنی چطوری کجاش، فقط میبینیم عجیب این کار واقع میشه. بعد میفرماند که فهوه عن صفات خالقهی عجز. حالا ما اینه نمیفهمیم، حالا خالقی که این برنامه رو تو این گذاشته است خیلی نمیفهمیم. ما نمیفهمیم این کاری که این بچه داره میکنه، میبینیم پستانا، میبینیم نمیدونم دبا، میبینیم حرکت رو، میبینیم نمیفهمیم یعنی چه. هیچکی نمیفهمه، یعنی که فکر کنیم مثلا فیلسوفا میفهمن، نه والله نمیفهمن، نمیدونم اونایی که رفتن تحقیق کردن اونا فقط آثارش رو میبینن. میفرمان ما این صفت این مخلوق رو که این چطوری انجام میشه نمیفهمیم، حالا میخوای صفت خالقش رو بفهمیم؟ عجب، دیگه خیلی نمیفهمی. حالا این جمله بعدیش دیگه خیلی کار دقیق میکنه، و من تناولهی به حدود المخلوقین ابعد. ابعد یعنی این که تو بخوای خدا را به صفت مخلوقین خدا نزدیک کنی یا بکشونی، دیگه این خیلی دور است. ابعد یعنی چی؟ یعنی نهج البلاغه. نهج البلاغه اومده بگه که آقا خدا را اگه میخوای پیدا کنی یه چیزا پیدا کن که خدا یا من خیلی عاجزتر از اون هستم که بفهمم که تو کی هستی. ممکنست بگوید که خب اینا که از اول میشد بگیم، فایده نداره. اگه از اول میگفتید نهج البلاغه جلو نرفته بود. شما حالا حوصله کنید، این جمله حضرت اسمش هست فرهنگ سبحان الله. سبحان الله خیلی فرهنگ عجیبیست، واقعا عجیب. سبحان الله یعنی این کمالاتی که من دارم
از طرف خداست و خدا خیلی خیلی بالاتر از اون کمالاتی است که من دارم. با حوصله میخوایم اینو حل کنیم. انشاءالله این جمله اگه حل بشه این خطبه به ثمر رسیده است به لطف الهی. ما در این جمله حضرت این جمله رو اول یادداشت کردیم. پس به دنبال خدایی باش که خیلی بالاتر از این حرف هاست. یعنی هر چه ما کمال داریم که از خداست، اینه که قبول داریم. اما این نهج البلاغه اینه نمیخوا بگه و سبحان الله، یعنی تمام این محدودیتایی که ما داریم خدا نداره، قبوله؟ و کمالاتی که ما داریم اینجور که ما داریم خدا نداره، و کمالاتی خدا داره که ما نمیفهمیم چقدره. من برای که حس کردم هنوز مطلبم رسانیست، شما را گفتم بکشونم به این جمله امیرالمومنین در دعای صباح. دعای صباح خیلی دعای عجیبیست، خصوصا اولش. من دو تا سطرشا میخونم ببینم میتونم مطلب رسانم. شما میدونید که اول سطر دوم دعای صفا هست چی؟ یا دعای صبا قبل از دعای کمی در مفاتیح. یا من دل علا ذاتهی به ذاته، یعنی ای خدایی که هیچ کس تو رو نمتونه نشون بده غیر خودت، یعنی ای خدایی که خودت فقط میتونی خودت نشون بدی. دل علا ذاتهی، ای کسی که دلالت به ذاتش میکنه چی؟ فقط خودش. یا من دل علا ذاتهی به ذاته، خودش فقط خودش هم میتونه نشون بده. پس از اینجا حساب صاف و پاک رو دست ما ریختن که با این کتاب و درس اینا کسی خدایی که خود خدا نمیتونه بفهمه، خودش با لطف و کرم خودش خودش به ما نشون میده. فقط ما دو تا چیز نمیذاره، یکی گناه ها، یکی اطلاعات غلط. این اطلاعات غلطی که ما داریم نمیذاره آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه آخر عمرشون فرموده بودن اگه این یخت علمم نداشتیم بد نبود. یعنی آقا بعد از یه مدتی میرسه که با همین علم اومده تا دم در امیر و دم در معرفت الهی، حالا میبینه چیا مزاحمه؟ همین علم. حالا علم رو باید داشته باشه یا نداشته باشه؟ تا یه جا باید داشته باشه، ولی از یه جای دیگه اینا نیست اون خدا. میفرماد که یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که خودش میتونه خودش رو به ما معرفی کنه. حالا عجله نکنیم. و تنزه عن مجانست مخلوقاته، خیلی بالاتر از اینه که با مخلوقات پلو هم باشه، مجانس مخلوقات باشه. اون که در مخلوقات حساس زیبایی های مخلوقات، خدا خیلی بالاتر از ایناست. تنزه و جل عن ملائمت کیفیاته، بالاتر از اینه که با کیفیات، کیفیت مثلا کیفیت خوبی صفا صد اینا مگه کیفیت نی؟ میگه جل بالاتر از این حرف هاست. حالا این ورش یا من قرب من خطرات زنون، ای خدایی که از فکرایی که تو ذهن من اومده به من نزدیک شد. و بعد عن لحظات العیون، اما هر چه نگاه کنم تو از این حرفا بالاتر. و علم به ما کان قبل ان یکون، و هر چی تو این دنیا به وجود بیاد قبل از این که به وجود بیاد تو از اون بالاتر. خب من بعد از این حرفا این جمله رو نوشتم، یعنی بدانی هر چه در مورد خدا بدانیم بسیار بسیار ندانستنهای ما نسبت به خدا بیشتره. ما یه زمانی فلسفه میخوندیم، الحمدلله که فلسفه میخوندیم پشیمونم نیستیم. بعد مثلا خب به ثابت میشد که خدا واجب الوجوده، گفتیم دیگه خدا رو فهمیدیم. بعد یه خورده مثلا میرفتیم عرفان میخوندیم الحمدلله. بعد یه مرتبه میدیم عرفان میگن نه اصلا وجود مخلوق است، نباید بگون وجود. بعد میگفتن بگون هو هو، خیلی حرفشون درسته، هو یعنی نمیدونیم چیه او. بعد خب فکر کردیم آدم یه چیزی میفهمی. ببین آدم اولش فکر میکنه که خدا، خب آقا واجب الوجود، خدایی که عین هستی است، خدا که چی؟ جمله رو ببینین. برسیم به جایی که بسیار بسیار ندانستنهای ما در مورد خدا بیشتره. حالا ببین میخوام چه نتیجه، انشاءالله این نتیجه خوب نتیجه ای که ما میخوام بگیریم. و خداوند بر اساس اون چه که خودش هست در صحنه است، نه بر اساس اون چه که ما میدونیم در صحنه است. حالا شاید بگوید یه جمله از امام حسن هست خیلی کمک میکنه. حضرت میفرمان خدا را
بیشتر از اون که شما میشناسید و امید دارید که بر اساس اون چه که میشناسید با شما برخورد کنن امید داشته باشین که برخورد میکنه. من یه مثال میذارم. شما میگون خدایا بالاخره تو به جهت این صفاتت با ما اینجور برخورد میکنی. این نشونه این است که ما فقط بگیم خدا این صفات داره. خدا راست اونقدر که ما میشناسیمش هست یا بیش از اون که ما میشناسیمش هست؟ خیلی بیش از اون که ما میشناسیمش هست. اون وقت اونجور که خودش هست در صحنه است یا اونجور که ما میشناسیمش در صحنه است؟ پس ما از خدا بیش از اون که ما میشناسیم خدا را انتظار داشته باشیم که خدا است. اینا میگن سبحان الله. شما گاهی تعجب میکنید که چرا ائمه ما، مثلا شما جملات نهج البلاغه رو ببینید، میفرماد خدایا تو خیلی بالاتر از اونی که ما بتونیم بشناسیم. این جمله مال پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. ما عرفنا که حق معرفتش، ما عرفنا که حق معرفته. خدایا ما اونجور که تو هستی ما عرفنا که، ما هیچ وقت تو رو نمیشناسیم. حالا شاید اینا یکی بگه دیگه خب پس هیچ کاری نکنیم. بابا اینا یک کسی داره میگه که هزاران نکته راجع به معرفت خدا گفته است. اول همه یه نهج البلاغه را جمع کنید، 10 تا سخن پیغمبر خداست. امیرالمومنین از خودشون چیزی نداشتن. به قول آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میفرمان آقا ائمه باب علمند، مدینه علم پیغمبر است، انا مدینه العلم، علیو یعنی همه ائمه. بعد میفرمان که این نهج الفصاحه پیامبر مدینه علم است. چطور شده که نهج الفصاحه رها شده تو جامعه ما؟ خب این نهج الفصاحه که چیزی نیست، از جملات پیغمبر خدا جمع آوری کردن. ایشون خیلی اصرار دارن که ما در کنار روایات معصومین روایت خود پیغمبران بخونیم. بعد حرفشون واقعا همینه. میفرمان یه جمله پیغمبر ائمه برمی‌دارن و یه خطبه باش می‌سازن. آقای متعالی می‌فرمودن که ما یه جمله علامه طباطبایی را می‌گیریم یه منبر ماش می‌ریم. خب یه جمله پیغمبر اماما می‌گیرن یه خطبه می‌سازن. خب حالا این جمله پیامبر می‌فرمود آقا به جای می‌رسید انشاءالله که میگید ما عرفنا که حق معرفتی. من اگه این جمله ما یه خورده شرح بدم یه دلم راضی میشه که انشاءالله هر چه توان داشتم گفتم. من می‌خوام بگم این پیغمبر که اینو میگه، خدا خودش به پیامبر معرفی کرده است یا نکرده است؟ یعنی واقعا قلب پیامبر مالا مال از معرفت خدا هست یا نیست؟ خب حالا این پیغمبر این جمله یعنی چه؟ اگه اینا یه آدم عادی بگه تو خیابون، معنیش نیست که نه ما خدا رو نمی‌شناسیم. دست درد نکنه، بیکار بی خود کردی خدا رو نمی‌شناسی. باید بشناسی. اما بعد که شناختی ان شاء الله آخر خطبه 163 میرسی به این که هرگز نمیشد اونجور که خود خدا هست ما بشناسیم. خب نتیجه چی میشه؟ دوباره از اول. این پیامبر که میفرمان ما عرفنا که حق معرفتک، این همه قلبشون مالا مال از معرفت خداست. بعد میگه خدایا من بیش از اون که میشناسم ادرود حساب میکنم. همه حرف من تو این تیکه هست. یعنی خدایا این خیلی حرف هست. این که شنده دعوه هست بین فرق اسلامی نمیفهمن بعضیاشون. اشعری میگه که نگود آقا خدا بالاتر از ایناست، اما منظورش اینه که اصلا خدا رو نریم بشناسیم. این میگه اشعری میگه که آقا خدا تو رو ما اصلا نمیفهمیم. خدایی که نمیفهمیم که نمیشه بهش توسل پیدا کن. اما امیرالمومنین میگه بفهم. بعد که خیلی فهمیدی بگو خدایا همه اینا رو فهمیدم اما تو بالاتر از اینا. نتیجه چی میشه؟ من اونجور که تو هستی میخوامت، نه اونجور که خودم فکر میکنم. خیلی عالی است. یعنی خدایا اونجور که تو هستی با ما برخورد کن. یعنی خدایا اونجور که تو هستی ما از تو انتظار داریم. اینا میگن بهش حیرانی، زیرکی بفروش و حیرانی بخر. زیرکی یعنی تن عقل، فکر. بالا آخرین دعای پیامبر چی بود؟ است رب زدنی تحیرا. خدایا من حیران تو بشم. رب زدنی تحیرا، یعنی خدای نمی ندانم چه ای، هر چه هستی تو ای. دلمون میخواد یه چیزی بگیم، نمیدونیم شد یا نشد، ولی از خدا همین دعا رو بکنید که پیغمبر کردن. پروردگارا رب زدنا تحیرا، نسألو که و ندعو که یا الله، یا رحمان،
یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینت و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این پیغمبر، به حقیقت خانواده پیامبر، به حقیقت قرآن قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و ظرف معارف اهل البیت و ظرف محبت به خودت و اهل البیت قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را، قلب قلبها، قلب معرفت به تو، قلب حیرانی تو، حیرانی در تو را، قلب امام زمان را از ما راضی بگردان. پروردگار این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، انقلاب توحید و دیانت هست. خدای برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی هدیه تو به جهان اسلام و تشیع مقام معظم رهبری، این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی حفظ بگردان. مردم ما را متوجه نعمت بزرگ رهبری و شاکر رهبری قرار بده. الهی پروردگارا ماه ضیافت داد در راه است. پروردگارا به حقیقت خودت ما را آماده استفاده به نحو احسن از این ماه عنایت بفرما. اون چه برای اولیاءت مقرر کردی در این ماه خدایا از ما دریغ مدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. اللهم صل على محمد و آل محمد.